سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارشی عنوان کرد حکومت چین از یک اپلیکیشن موبایلی برای تجسس از زندگی و رفت آمدهای مردم و متعاقب آن پرونده سازی و بازداشت مسلمانان در منطقه سینکیانگ استفاده کرده است به گزارش شیه ویوز به نقل از خبرگزاری فرانسه اخیرا پکن از بابت سیاست هایی که در منطقه سینکیانگ در شمال غرب چین علیه اقلیت های مسلمان اعمال کرده هدف انتقال های بین و مللی قرار گرفته است. مایا وانگ، یک محقق ارشد حوزه چین در گروه دیدبان حقوق بشر گفت تحقیقات ما برای نخستین بار نشان می پلیس سینکیانگ از اطلاعاتی که به صورت غیرقانونی درباره رفتارهای کاملا قانونی مردم جمع آوری شده علیه خود آنها استفاده می کند. او تصریح کرد دولت چین هر جنبه از زندگی مردم را در سینکیانگ تحت نظر قرار می دهد. و کسانی را که به آنها بیاعتماد است مورد نظارت ویژه قرار داده و آنها را گزینش می کند. گفتنی چندی پیش سازمان ملل در گزارشی با استناد به صحبت گروهی از کارشناسان اعلام کرد مقام چین حدود یک میلیون مسلمان قوم اویغور و دیگر اقلیت‌های مسلمان را در اردوگاه های بازداشت دست جمعی نگهداری می کنند.